آمیگو، من دارم از گشنگی میمیرم، پس خیلی ممنون. باشه آروم، من قبلا شروع کردم، آماده میشه به زودی. آه، تو بهترین هستی. ببین، من بیرون دیدم داشتی صحبت میکردی، چی داشتی میگفتی؟ درباره دموکراسی و اینکه چقدر مهم است که بدانید که به چه کسی رأی میدهید، چون شما رأی میدهید؟ من شهروند سوئدی نیستم. آیا شما برای بیش از 3 سال اینجا بوده اید؟ چرا داشتم؟ 5 ساله. پس شما می توانید در انتخابات شورای شهرداری و شورای کمون رأی دهید. آها، چطوری؟ چگونه این کار را هنگام رأی دادن انجام دهم؟ شما یک کارت صدا از طریق پست دریافت خواهید کرد. کارت رأی و مدارک اعتباری خود را به حوزه انتخاباتتان بیاورید. در حوزه انتخابات برگ‌های رأی‌گیری را انتخاب کنید، همچنین پاکت نامه را و بعد به پشت پرده بروید. اگر می‌خواهید به یک نماینده ویژه رأی بدهید، نامش را تیک بزنید. شما فقط می‌توانید یک نام را در هر برگه رأی تیک بزنید. در غیر این صورت باطل خواهد بود. برگه رأی را در هر پاکت قرار دهید. پاکت نامه ها، برگه های رأی و مدارک اعتباری خود را به مسئولان رأی گیری بدهید. رأی گیرندگان ثبت نام می کنند که شما رأی داده اید. هنگام رأی دادن در روز انتخابات، پاکت های شما به طور مستقیم در جعبه ها قرار می گیرند. اما اگه من اون روز کار کنم چی؟ 9 سپتامبر. اوکی، چه جالب. اما رأی من بشه دردی میخوره. در این صورت میتوانید زودتر رأی بدهید. در چندین ایستگاه رأی گیری در تمام کشور شما میتوانید زودتر رأی بدهید به همان روش. در همان زمان پاکت نامه و کارت‌های رأی گیری شما در یک پاکت بزرگتر قرار داده می‌شود که در جعبه گیرنده چسبانده و قرار داده می‌شود. هنگامی که شما زودتر رأی می‌دهید، شما می‌توانید در هر جایی رأی دهید. اما در روز انتخابات شما در محلی که به شما گفته‌اند رأی می‌دهید و یا در محلی که شهرداری به عنوان محل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است. سپس همه آرا با هم شمارش می شوند و در شب روز انتخابات همه می فهمند که چه کسی برنده شده است. طالب، اما رأی من بشه دردی می خوره. ممکن است فقط یک صدا در شلوغی به نظر برسد، اما در واقع در مورد چیز بزرگی است. انجام این کار برای نشان دادن اعتقاد بر این است که در کشور باید دموکراسی باشد. شما فکر می کنی که این هم مهم است. می خواهی بدانی که به چه کسانی می توانی رأی بدهی؟ پس گوش کن رفیق.